سوسکه آبی. بریم ببینیم چه خبره. خب فیلم سوسکی آبی جدیدترین فیلم از دنیای سینمای دیسیه که به بازار عرضه شده و خب در راستای فیلم های ابرقهرمانی که این چه وقت اومده و یکی از یکی ضعیف‌تره، این یکی هم یک فصل جدیدی از ضعیف بودن رو داره ارائه میکنه به تماشاگر که حالا بهش میرسیم. وسط فیلم هم هدف نداره، حتی آخر فیلم هم نمیدونه کجای داستانه. هر سری میگه نه من این کار نیستم، من آدم کش نیستم، من ابرقهرمان نیستم و همش در حال انکاره. در واقع ما با یک ابرقهرمان نادام مواجهیم که هیچ حس حماسی به تماشاگر منتقل نمی‌کنه. یه حس حماسی که معمولاً تمام فیلم ابرقهرمانی میدن دیگه، یه حسی که مسئولیت دارم، معلوم قدرت دارم و اینجا این اتفاق نمی‌افته. این فیلم کلاً یه نفر رو جلو دوربین که بگه من این کارا نیستم و در مجموع یک اثر کاملاً نتراشیده از یه اثریه که تحمل کردنش سخته برای مخاطبی که سینما رو جدی دنبال میکنه. یه سری مخاطب هستن که خب میگن آ بریم فیلم نگاه کنیم، اصلا براشون اهمیتی نداره که چه میبینن، چطور میبینن، چطور اتفاق میفته. ولی برای کسی که سینما رو یه مقدار، یه کوچولو سینما رو جدی تر دنبال میکنه، تماشای موقعیت هایی که توی فیلم سوسکی آبی اتفاق میفته واقعا مسکه. مثلا این سکانسی در فیلم وجود داره که جیمی و جینی پا میشن میرن توی یکی از امنیتی ترین ساختمان هایی که شما میتونید توی ایالات متحده پیدا کنید که یه چیزی برداره کش برن که کارشون را بیفته. خب ما انتظار داریم که این ساختمان که خیلی امنیتیه، خیلی راه نفوذ بهش خیلی سخت باشه دیگه. اینا چیکار میکنن؟ راه میرن برای خودشون. عموی جیمی که یک مهاجر مکزیکی هست، پشت ماشینش یه چیز عجیب غریبی برخوش درست کرده که یکی از امنیتی ترین دوربین های مداربسته دنیا رو داره هک میکنه. اینا هم میرن اونجا، نه نگهبانی داره، نه ساختمون پدر مادری داره، هیچی نداره. میرن کش میرن میان بیرون. اواسط فیلم یه تراژدی رخ میده و خب خیلی انتظار داریم که خب مبحث خانواده خیلی دوباره مطرح بشه، خیلی اصطلاحا به سوگ بنشینن و خیلی از این اتفاقا بیفته. ولی در نهایت 5 دقیقه نگذشته همه دفعه شاد شنگول شوخیوار متلکوار پا میشن میرن عامل قضیه رو پیدا کنن که سر جاش بنشونن. مادر بزرگ ماجرا که امیلا سنتی تر باید باشه یه دفعه تبدیل میشه به امیلیانو زاپاتا و در واقع یک تفنگ دستش میگیره. خیلی بد دیگه. میگم شما میتونی با این کار یک بچه 12-13 ساله رو بخندونید، میتونی امیلا سرگرمش کنی، ولی برای مخاطب بالغ سینما، مخاطبی که سنش امیلا بالاتر باشه، یه امیلا توهین‌آمیز اینجور فیلم ها دیگه. اون سمت داستان هم که هیچی، یک شخصیت منفی که چند سکانس در فیلم میاد میگه که خب من درستت میکنم اوکیه، بعدش یه دفعه میاد میگه که اون لباس که تنته مال منه، بعد یه دفعه متوجه میشه که نه خانواده خوبه. اول میگه خانواده بده، بعد یک دفعه متوجه میشه که خانواده خوبه. ویرانه است اصلا، یک چیز عجیب و غریبه. حتی در مقیاس فیلم های ابرقهرمانی که معمولا خیلی شخصیت پردازی توش نازله، این یکی ویرانه محسوب میشه و خیلی بده. یه صحبتم در مورد تایمی که فیلم منتشر شده صحبت کنم. شهریور یک تایمی که معمولا فیلم هایی که کمپانی ها نمیدونن چه زمانی در سالن ها اکران کنن منتشر میشن. در واقع کمپانی ها سری فیلم اکران میکنن، بعدش متوجه میشن که نمیتونن باش بازاریابی کنن، امکان فروش بالا نداره، نمیتونن باش هزینه های خیلی بالایی انجام بدن، برای همین اینا رو میندازه شهریور اکران میکنن و همون شهریور اینا منتشر میکنن اغلب. که سوسکابی هم دقیقا از این دست فیلم هاست. یکم دیگه که سب کنین، مهمترین فیلم های سال تو فصل پاییز اکران میشن. در واقع بهترین ساخته های سال همیشه در فصل پاییز اکران میشن و از اون بر مستقبلا میرن توی فصل جوایز که مهمترینشون اسکاره. پس یه فکر کنیم 10-15 روزی با سب کنیم که فیلم های مهم از را برسه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا اگه این ویدیو دوست داشتید دکمه لایک رو بزنید، دکمه سابسکرایب هم حتما بزنید و امیدوارم که از این سوسکای آبی نره تو بدنتون و خیلی درگیرش نشید. دم شما گرم و میبینمتون.